رضا مقدم، فعال سیاسی مدنی از لندن با ما همراه هستند. آقای مقدم سلام و عرض ادب. بزرگواری. آقای مقدم، به طور خلاصه بفرمایید این لایحه چه چیزی را بیان میکنه و دقیقاً به دنبال چه اهدافیه؟ بفرمایید. این لایحه اولین بار در سال 2022 از طریق دولت بوریس جانسون مطرح شد که هم موقع با شکست مواجه شد. به صورت ساده اگر بخوایم بگیم، به دنبال فرستادن پناهجویان غیرقانونی به کشور رواندا هستند. قبلا هم طرح‌های مطرح شده بود مثل فست ترک که کیس های پناهندگان رو در مدت یک ماه بررسی میکردن و اونها به دیتنشن سنتر میفرستادن در صورت که کیسشون رد بشه. این طرح به صورت اختصاصی کشورهای دیگه یا مد نظر داره مثل کاستاریکا و ساحل آج و ارمنستان که اگر این طرح روان تصویب بشه در واقع امکان این رو به دولت بریتانیا میده که پناهندگان رو که از مسیرهای غیرقانونی و ناامن اینجوری که مطرح میکنن مثل مهاجرانی که از طریق قایق سفر میکنن خودشون به بریتانیا برسونن، اینها رو منتقل کنن به رواندا. خبرهایی هم هست که حتی اینو اجازه پیدا نمیکنن که وارد خاک بریتانیا بشن و روی کشتی نگه میدارن این کارو. و به هر حال گروه های حقوق بشری و حزب کارگر مخالف این هستند و بین دولت، بین پارلمان عوام و مجلس لوتا، مجلس لوتا هاوس آف لوت در واقع به صورت پینگ پونگ این طرح‌ها و پیشنهادات داره بررسی میشه. حزب کارگر چه نگاهی نسبت به این لایحه داره و آیا نسبت به حزب حاکم بریتانیا نگاه مثبت‌تری نسبت به پناهجویان داره؟ به صورت کلی مسئله مهاجرت نه تنها برای بریتانیا، برای کل کشورهای اروپایی یک معضل بزرگی هستش و به هر حال با اینکه مخالفت‌هایی می‌کنن و معتقدن که این طرح غیرقانونی هستش، مثلا بعد از برگزیت بریتانیا حساب خودش رو از اروپا جدا کرده بعد از خروج از اتحادیه اروپا و تلاش میکنن قوانینی که بیشتر به نفع منافع ملی خودشون هست اجرا بکنن، ولی حزب کارگر به اون چیزایی که گفتن قبلا گفتن مطرح شده این بوده که کلا غیرقانونیه و اگر در انتخابات پایان سال امسال اگر برنده بشن با این طرح رد میکنن. اما آخرین خبری که من شنیدم این که حزب کارگر در واقع پیشنهاد کرده که به صورت کلی مسدود نکنن این لایحه رو و در حال حاضر جلوی در واقع پروازها رو لغو بکنن، اون پناهجویانی که قرار بوده به رواندا فرستاده بشه اون پرواز رو تلاش کنن که اون پروازها رو لغو بکنن و اصلاحاتی که مد نظرشون هست دو تا مسئله خیلی عمده هست. یکی در مورد امنیت رواندا هست که آیا رواندا کشور امنی هست برای پناهجویان و مسئله‌ای که براشون خیلی مهم هستش اینی که به هر حال پناهندگانی که با هزار مصیبت و با فروختنش خیلی هاشون تمام زندگیشون رو فروختن از سوریه، از ایران، از کشورهای افریقایی و با هزار مصیبت خودشون به سواحلی که میرسونن که فکر میکنن اونجا امنیت پیدا داشته باشن. این واقعا برخلاف اون موازین حقوق بشری و انسانی هستش. آقای مقدم، به نظر شما در آینده این لایحه تثبیت خواهد شد یا شکل سختگیرانه تر و یا آسان تری به خود خواهد گرفت؟ به صورت کلی یعنی ظرف 20-30 سال گذشته همیشه شرایط برای مهاجران سخت‌تر شده. از نگاه که می‌کنیم قبلا از طریق تونل مانش از طریق فرانسه سعی می‌کردن خودشون رو برسونن. قوانین داره روز به روز سخت‌تر میشه. اینکه حزب کارگر بتونه اگر در انتخابات پیروز بشه ممکن هستش که این قانون لغو بشه، اما به صورت کلی من پیش بینی من اینه که در واقع با اصلاحاتی در واقع این قوانین ممکنه تصویب بشه. یک موردی که هستش، پیشنهادی که دادن این بوده که برای کلیه
پناهجویان این مد نظر قرار نگیره، فقط برای اون گنگ های خلافکارانی که به هر حال مرتکب خلافی میشن برای اونها در نظر گرفته بشه، نه به طور کلی برای همه پناهجویان. با تشکر از رضا مقدم، فعال سیاسی مدنی از لندن که با ما همراه بودند.